درود، به گزارش 6.5 خوش آمدید. کمیسیون تحصیلات عالی و امور فرهنگی مجلس نمایندگان با انتقاد از وزارت تحصیلات عالی تأکید می‌ورزد که این بار وزارت تحصیلات عالی مدارک تحصیلی 14 نامزد وزیر را بدون بررسی جدی به مجلس نمایندگان فرستاده است. اما وزارت تحصیلات عالی میگوید که تمامی بررسی‌هایش مطابق به قوانین کشور است و در صورتی که اسنادهای تحصیلی نامزد وزیران را که در بیرون از کشور تحصیل کردند نهادهای دیگر تایید کرده است، وزارت تحصیلات عالی نیز راهی جز بررسی و طی مراحل قانونی این اسناد ندارد. در این گزارش تلاش کرده ایم که از میان مدارک نامزد وزیران موضوع‌هایی را دریابیم که نشانگر شک و گمان‌ها درباره چگونگی تحصیل آنان در داخل و بیرون از افغانستان است. حکومت وحدت ملی که با پیش برد بخش بزرگی از وزارت‌ها و نهادهای دیگر توسط سرپرستان بارها مورد انتقاد جدی قرار گرفته است، در چند ماه اخیر مدارک تحصیلی و پیشینه کار تا 14 نامزد وزیر را برای طی مراحل به کمیسیون تحصیلات عالی و امور فرهنگی مجلس نمایندگان فرستاده است. هرچند شماری از آنان بیشتر از میاد تعیین شده در قانون سرپرستی وزارتها را در کشور به دست گرفتند. منابعی از مجلس نمایندگان و تولونیوز می گوید که در میان نامزد وزیران معرفی شده به این مجلس درباره مدارک تحصیلی شماری از آنان که در بیرون از کشور تحصیل کردن شک و گمان هایی وجود دارند. همواره جلکاری ها در مدارک تحصیلی چه در داخل و یا در بیرون از کشور نگرانی های بسیاری را در جامعه ایجاد کرده. رئیس کمیسیون تحصیلات عالی و معارف مجلس نمایندگان تاکید می‌ورزد که حکومت و به ویژه حکومت وحدت ملی از آغاز تأسیسش تا کنون تعدادی از نامزد وزرایی را که به مجلس نمایندگان معرفی کرده در سنت‌های تحصیلی صنف 12شان حتی مشکلات زیادی وجود داشته که اینها حتی رقم 50% را نام می‌برند. تعدادی از وزیران و یا نامزد وزیران تازه‌ای که برای گرفتن رأی برای شورای ملی معرفی شدم با چنین نگرانی‌های در داخل مجلس روبرو شده که باید بررسی بسیار جدی همه تاکید می‌ورزند. این مجلس که چشم به راه معرفی نامزد وزیران برای گرفتن رأی اعتماد است، تا کنون تنها کارهایش را در بخش مطالعه مدارک تحصیلی نامزد وزیران به پایان رسانیده است و مشخص نیست که حکومت چه زمانی به مشکل سرپرستی ها پایان خواهد داد. اما تنها معرفی سرپرستان برای گرفتن رأی اعتماد نیز نتوانسته است از انتقادهای مردم بکاهد، زیرا هستند نامزد وزیرانی که به گفته رئیس کمیسیون تحصیلات عالی و امور فرهنگی مجلس نمایندگان سندهای صنف 12 ندارند. 50% از اعضای کابینه که در طول 7 سال به ولسی جرگ معرفی می شوند از نگاه قلم و دانش بسواد هستند، اما سند لیسانس را دارند. ما نمی توانیم جلو این بسوادا را بگیریم که به کابینه راه پیدا بکنه. به خاطر این که برای ما وزارت تحصیلات عالی حکومت تایید میکنه و آن سند هست برای ما، ما نمی توانیم این رد بکنیم و قانون هم برای ما صلاحیت را نداده که از پیشان امتحان بگیریم اینجا و یا ما سند فراغتشان را در اینجا تایید کنیم یا رد کنیم یا ارزیابی بکنیم بدون به اصطلاح بدون در نظر داشت این مکاتب یا مکاتب وزارت تحصیلات عالی و نظر ریاست انسجام امور آکادمی. در کل ما میدونیم که شخصی که برای بعض از وزارت ها معرفی می شود بسواد هست، فارغ نیست، صنف 12 هم فارغ نشده، اما اسناد را برای ما ارائه می کنه و حکومت خودش تایید می کنه، ارزیابیشان صورت گرفته. ما رفتیم در ریاست انسجام امور آکادمیک، برای ما اسناد ارزیابی را ارائه می کنه، در آنجا استادای پانتون از پیششان امتحان می گیره، در امتحان برایشان نمره می تن. بنان این فساد
شروع شده است از معلمین لیسه ها، از مامورین وزارت معارف، از استادای پانتون که برای اشخاصی که به کابینه معرفی میشن، بعضی هایشان که سندای که خودشان سواد نداره اما سند داره، پانتون استادان پانتون و در خود وزارت تحصیلات عالی. یکی از نامزد وزیرانی که مدرک لیسانسش را از پاکستان به دست آورده است، شهزاد گل آریوبی، نامزد وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی است که نظر به فرمان شماره 1571 رئیس جمهور برای پیشبرد امور وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گماشته شده است. زیرا پس از به تعلیق در آمدن وظیفه عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین این وزارت، نابه سامانی های بسیاری شکل گرفتند. مدارک آقای آریوبی نشان می دهد که وی صنف 12 را در سال 1378 در مکتب عبدالله بن زید پاکستان به پایان رسانیده است. مدرک دانشگاه او نشان می دهد که وی در سال 1393 از بخش اداره امور تجارتی دانشگاه پرستون پاکستان فارغ شده است و دانشگاه را به گونه حضوری به پایان رسانیده است. اما دیدن سابقه کار آقای آریوبی چنان می رساند که وی در سال 1393 مشاور وزیر سرحدات اقوام و قبایل در افغانستان بود و در پاکستان حضور نداشت، زیرا او فعالیت‌هایش را پس از فارغ شدن از مکتب در پاکستان با نهادهای جهانی مانند UNOCA در اسلام آباد، مزار و گردیز، با یونما در گردیز و با چند نهاد دیگر در بخش‌های مختلف کشور وظیفه اجرا کرده است و در سال‌هایی که دوره دانشگاهش در پاکستان یاد شده است، او در افغانستان و به حیث مشاور وزیر سرحدات، اقوام و قبایل کار کرده است. این نامزد وزیر در سال 1395 به حیث رئیس عمومی اداره آسان خدمت وزارت مالیه گماشته شد و در وقت اندک توانست در کابینه افغانستان جا بگیرد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نخواست در این باره حرفی داشته باشد. حکومت وحدت ملی در زمینه سازماندهی و ایجاد یک کابینه قوی که بتانه تعهدات انتخاباتی حکومت را برآورده بکنه، در 3 سال گذشته نشان دادند که در این زمینه به صورت جدی ناکام هستند. هم در نحوه گزینش و نامزد کردن وزرا و هم در ادامه سرپرستی وزرا در وزارتها. ما با خیلی از وزارتهایی که از نزدیک با اونا کار کردین و برنامه‌هایشان مورد نظارت قرار دادین، در خیلی از موارد ما وزرای دیدین که صلاحیت و ظرفیت رهبری یک وزارت را ندارن. نه تنها که صلاحیت و ظرفیت رهبری یک وزارت را ندارن، حتی بلاز شخصیتی آدمای بسیار ضعیف و در کل کسانی بودن که بلگوی رهبری سیاسی حکومت بودن، تا ای که سیاستمدارهای شایسته و با تدبیر باشن و بتونن با مردم ارتباط برقرار کنن و تعهداتی که حکومت در زمان انتخابات انجام داده اینا را برآورده بسازن. کابینه ضعیف در افغانستان و همچنان در خیلی از موارد افراد که واجد شرایط کابینه نیستن، باعث از این شده که ما نتونیم بودجه ملی خود مصرف برسانیم، نتونیم مشروعیت خود تامین بکنیم و اعتماد مردم را به دست بیاریم و در خیلی از موارد ارزی خدمات، تامین امنیت و ایجاد نظم و عدالت در جامعه به صورت جدی مورد خدشه قرار گرفته. اما مجلس نمایندگان میگوید که مشکل اساسی در روبرو شدن با این موضوع موجودیت فساد اداری در وزارت تحصیلات عالی است و نیز قوانین کشور در بسیاری از موارد نیز به بازنگری نیاز دارند. به گونه مثال، ماده 72 قانون اساسی افغانستان شرایط وزیر شدن را چنین میگوید: تنها حامل تابعیت افغانستان باشد، دارای تحصیلات عالی، تجربه کاری و شهرت نیک باشد،
سن وی از 35 سال کمتر نباشد. از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد. اما در اینجا به بررسی سندهای صنف 12 نامزد وزیران تأکید نشده است که به باور آگاهان راه را برای مدرک سازی ها در بخش لیسانس و ماستری در بیرون از کشور باز کرده است و وزارت تحصیلات عالی نیز به دیدن آن اکتفا می کند. این یک پروسی فساد بسیار عمیق راه طولانی 10 ساله را طی کرده می باشند که ما نمی توانیم به همه رسیدگی بکنیم. ما مجبوراً و قانوناً به مو سند اکتفا می کنیم که حکومت برای ما ارائه می کنیم. روز اول ما برای دکتر صاحب لطیف روشن گفتم که برادر عزیز، اگر می خواهید که شما رای بیاورین، اسناد کاندیدوزرای بی‌سواد را ارزیابی نکنید. و بدبختانه که وزارت تحصیلات عالی همه اسنادی را که در این دوره برای ما کاندیدوزارا روان کرده است، همه 12-13 نفری که آمدن، فعلا 14 نفر آمدن، همه را تایید کرده است و ما مکلف هستیم روی اسناد و مکاتب آنها اسنادشان را ارزیابی بکنیم. منابعی از این کمیسیون به ما میگویند که چنین مشکلاتی در سندهای تحصیلی چندین نامزد وزیر دیده شده است، اما وزارت تحصیلات عالی این موارد را نادیده گرفته است. وزارت تحصیلات عالی درباره این گفته ها و مشکلات در سندهای تحصیلی نامزد وزیران بررسی های این وزارت را قانونی می دانند. این وزارت میگوید که از آن عده از نامزد وزیرانی که به گونه غیر حضوری دانشجوی یکی از دانشگاه های بیرون از افغانستان بودند، در این وزارت امتحان گرفته شده است و بدون امتحان مدارک تحصیلی نامزد وزیران را طی مراحل نکرده است و نام های این نامزد وزیران را در صفحه های اینترنتی فارغان دانشگاه های بیرون از کشور نیز جستجو کردند و تاییدی آنها را از دانشگاه های بیرونی به دست آوردند. اما برای کمیسیون تحصیلات عالی و امور فرهنگی مجلس نمایندگان چنین بررسی های قناعت بخش نیست، زیرا این کمیسیون میگوید با نامزد وزیرانی روبرو می شوند که مشکلات زیادی در بخش سندهای تحصیلیشان دارند، اما همه کارهای آنان از سوی نهادهای دولتی تایید شده است و راهی جز قبولی آنان برای رفتن به مرحله رأی‌گیری باقی نمی‌ماند. مکانیزم را که وزارت تحصیلات عالی برای ارزیابی اسناد نامزد وزارت اختیار داره، در واقع همون مکانیزم کلی هست که برای ارزیابی اسناد تمام فارغ التحصیلان در داخل از افغانستان و بیرون از افغانستان روی دست داره. حدودا آنچه که مربوط به اسناد نامزد وزارت میشه، 3 هفته قبل وزارت تحصیلات عالی تمام اسناد نامزد وزارت را با همون مکانیزم هایی که در دست داشته خود ارزیابی مورد ارزیابی قرار داده و حتی نامزد وزارت را به شکل 2 گونه، که اونایی که در بیرون از افغانستان تحصیل کردن و اونایی که در داخل از افغانستان تحصیل کردن، و اساس همون مکانیزم های مشخص ارزیابی قرار. به طور مثال نامزد وزرایی که در پوهنتون های دولتی افغانستان تحصیل کردن، ضمن این که ما اسناد اینها در دیتابیس وزارت تحصیلات عالی به مورد مطالعه قرار دادیم، مکاتب جداگانه ای را به پوهنتون های اونها ارسال کردیم و بعد از دریافت معلومات به وزارت دولت در امور پارلمانی اطمینان دادیم. نامزد وزرایی که در بیرون از افغانستان تحصیل کردن، باز هم ما دیتابیس وزارت تحصیلات عالی در ریاست انسجام امور اکادمیک و خصوصا بخش خارج مرز مطالعه کردیم که آیا اسنادی را که فعلا اینا ارائه کردن و کپیشان زمین مکتوب هست، آیا قبلا ثبت راجستر وزارت تحصیلات عالی شده نشده، و در صورتی که اینا ثبت راجستر قبلی و تاییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشند، مجددا وزارت تحصیلات عالی مهر تایید گذاشته و به اداره پارلمانی اطمینان دادند. اونایی که در دانشگاه های دولتی افغانستان به درس میخوانن یا فارغ شدن از این دانشگاه ها، آنچه برای ما معیار هست همون پروسه کنکور هست، چون اونها از آدرس رسمی وزارت معارف به پروسه کنکور معرفی شدن، به این معنا که اونها مکتب را به پشت سر گذاشتن، و کسایی که در بیرون از افغانستان مکتب خواندن باز هم اونها از طریق وزارت معارف ارزیابی میشن و باز هم شامل پروسه کنکور میشن، که پروسه کنکور من فکر میکنم یک از معیارهای خیلی قوی هست برای ارزیابی اسناد سطح دوره مکتب.
همین گونه در بخش بررسی سندهای تحصیلی نامزد وزیران در کمیسیون تحصیلات عالی و امور فرهنگی مجلس نمایندگان که از سوی حکومت فرستاده شده است، به موضوع گرفتن شهادتنامه های تازه از سوی شماری از نامزد وزیران روبرو می شویم. به گونه مثال، شهادتنامه محمد شفیق گل‌آقا شیرزی نامزد وزیر سرحدات، اقوام و قبایل می رساند که او در سال 1353 از مکتب مشرقی قندهار فارغ شده است. اما چون این شهادتنامه در 20 اسد سال جاری گرفته شده است، رئیس دفتر آقای شیرزی می گوید که شهادتنامه قبلی و تمامی اسنادهای تحصیلی وی پس از آن آتش گرفتن که گلوله مهاجمانی که در منطقه شیرپور حمله کرده بودند به دفتر آقای شیرزی برخورد کرد و آن دفتر را به کلی آتش زد. همچنان در این شهادتنامه دیده می شود که مجموع نمرات صنف 10 و 11 گل‌آقا شیرزی در این شهادتنامه خالی گذاشته شده است و شاید نمرات وی از نزد معارف به علت گذشتن سالهای بسیار مفقود و یا از بین رفته باشند. مشکل اساسی در طی سالهای گذشته بیشتر در شهادتنامه هایی بودند که نمرات 3 ساله از ولایت‌های مختلف درخواست شدند و به اساس آن شهادتنامه در کابل توزیع شده است. از نظر وزارت معارف افغانستان کسی مستحق سند فراغت از صنف 12 است که نمرات 3 سالش، یعنی نمرات صنف 10، 11 و 12 در آمریت نتایج شهادتنامه وزارت معارف افغانستان موجود باشه. اگر کسانی که نمرات 3 ساله نداشته باشند و به مراحل بعدی تحصیلات عالی ادامه داده باشند، معنایش ایست که حتما اشکال در کار از اونا هست. شما هر کسی را که میخواین در آمریت نتایج شهادتنامه میشه که از اونجا احوال بگیرین. اگر نمرات 3 سالیشان بود، اونا از نظر وزارت معارف افغانستان مستحق فراغت هستند و اگر نمرات 3 سالیشان موجود نباشه، مستحق سند فراغت نیست. ما حتی بر کسایی که در بیرون هم درسای خود میخوانن، ما مکانیزمایی داریم که برای از اونا از داخل شهادتنامه میتیم. اگر یک کسی نمرات خود کامل یا نمرات 3 ساله خود از بیرون و از مجاری دیپلماتیکی که اعتبار داره از نظر وزارت معارف، از او طریق اگر بیایه به وزارت معارف برسه، ما بر از اونا دیپلم فراغت صنف 12 میتیم. یعنی چی کسی که در بیرون درس خوانده باشه و چی در داخل درس خوانده باشه، باید نمرات 3 سالش در جرازستر آمریت نتایج شهادتنامه ما باشه و اونا هستن که میتونن بر اساس نمرات 3 سالشان یا بر اساس دیپلومی که وزارت معارف برشان میته مراحل بعدی تحصیلی خود ادامه بدن. در 34 تا کمیسیون موظف شده که در ارتباط اسناد و تابعیتشان، مخصوصا تابعیت دوگانیشان، کمیسیون روابط بین الملل که ما عضو کمیسیون روابط بین الملل هستیم، امروز کلی اسنادشان در اختیار ما قرار گرفتن. ما با دقت را مطالعه میکنیم، روز ششنبه روش کار داریم. این نگرانی ها در حالی از مشکلات در مدارک تحصیلی شماری از نامزد وزیران صورت می گیرند که در هفته جاری مجلس سنا نیز از حکومت خواست تا هرچه زودتر مدارک تحصیلی مشاوران رئیس جمهور و رئیس اجرایه را به مجلس سنا بفرستد. مثلا مشاورین ریاست جمهوری را، سنات و سایبا از ریاست اجرایه را، هر دو بخش، ما امیدوار هستیم که دولت در تمام گزینش ها همی شایسته سالاری را مد نظر بگیره، عدالت را مد نظر بگیره، نه تنها در مشاورین. حالا به اساس خواست شما، ما از دانش ها خواهش میکنم که از ریاست های هر دو دفتر، از مقام ریاست جمهوری و از مقام ریاست اجرایه، بخواهند که با خواست سنات و سایبا و اعضای مجلس سنا، چه تعداد که همش چه تعدادش خواست شون همی است که شما همی فیراسوار لسی اعضا را به تفکیک تحصیلشان، عمرشان و تجربه کاریشان با ما روان بکن. ما خوب مخالف ازی هستم که در نمی نظام گپ قومی مطرح شد. به این صورت ما میگم از هر قوم که کسی شایسته باشه،
کسی متعهد باشه، کسی وفادار باشه، کسی باشه که به وطن خدمت بکنه، از هر مردم افغانستان که باشه ما قبول میکنیم. سر از او هم این مسئله هم که بازم شما بخواین دوره میداشته باشه میر بیایه، اما ای که آیا ما اینا را خواسته میتونیم یا نمیتونیم مطابق قانون، چون رئیس جمهور و دا قانون و با چیزای خود داره، کمیسیون تقنین همون گزارش و نظر خود بده به ما که در این مورد چیز قانونی ما شما چیزهای مسئولینش و این مشاورین فرا خوانده میتونه یا نمیتونه. به تازگی مدارکی در رسانه ها نشر شدن که از شمار مشاوران رئیس جمهور حکایت داشتن. این مدارک نشان میدهند که حکومت وحدت ملی در کار گماشتن مشاوران پیشتاز بوده است. انتقادها بر این هستند که بیشتر حمایت کنندگان کارزارهای انتخاباتی اکنون به مشاوریت‌های حکومتی رسیدند که از آنان فعالیت چشمگیری نیز دیده نشده است. توار ما ویلی چې دغه مشاورین د ریاست اجرایی او دغه د رئیس جمهور سودی وظیفه یې څه شي ده، معاش یې څونه دی او د کوم ځای دی او عمر یې څونه دی او تحصیل یې څونه دی. که چیرې تاسې په جمعدي کې دا خبره برپلا ونه نیسئ زه مطلق د دې مجلس ته وځم. څو واره مې ویل دي دلته رئیس ته ایت هم راغلی، ما وویل د رئیس د مجلس مسنیا صاحب ناست اوس ته ناست یې، زما پنځم وار دی چې زه دا غواړم د دې خلکو مشاورین چې دي دا د دې پیسې مظلومانو ته نه ځي، دا په میلیونونو روپۍ دي چې شخصي جیب ته ځي. زه حتمي د دغو خلکو لیست عمر وظیفه او تحصیل یې خامخا غواړم. و ما در بخش شهادتنامه صنف 12 یمایاری نامزد وزیر فواید آمنیز چند مکتوب از سوی وزارت معارف به وزارت دولت در امور پارلمانی فرستاده شدند که از ثبت نبودن شهادتنامه در این وزارت به نام یمایاری خبر می دهند. زیرا آقای یاری می گوید که او مکتب را در کشور بریتانیا به پایان رسانیده است و نام او هنوز در صفحه اینترنتی آن مکتب وجود دارد. جناب یاری سید در سال 2003 از اسکاتلند از کالج فارغ شده بودند. بنابراین طبق قانون کشور ما شما افغانستان چون گفته بودند که تحصیلات عالی معیار است و سنی که کمتر از 35 سال نباشه. بنابراین طبق قانون افغانستان ما تحصیلات عالی جناب وزیر صاحب را اونجا ارائه کرد. آقای یاری مدرک لیسانس و ماستریش را نیز از دانشگاه های بریتانیا به دست آورده است. نمایندگان مجلس و نهادهای جامعه مدنی به این باورند که اگر داشتن شهادتنامه در بین شرایط وزیر شدن جا نگیرد، افرادی در کشور به وزارت خواهند رسید که حتی مکتب را در داخل و بیرون از کشور به گونه درست به پایان نرسانیدند. زیرا فساد اداری هنوز در نهادهای دولتی در افغانستان همچون چالش بزرگی باقی مانده است و ساخت شهادتنامه در داخل و آوردن مدارک تحصیلی جعلی به ویژه از پاکستان هنوز متوقف نشده است.